عجیب ترین کارهای سلبریتی ها از بیمه اعضای بدن تا گرفتن هدایای عجیب. در این کلیپ با عجیب ترین کارهای سلبریتی ها آشنا می شویم. دنیای آدم های مشهور فقط به شهرت و ثروتشان ختم نمی شود. آنها دست به هر کاری می زنند تا همیشه در دید عموم باشند. نه مثل سلبریتی های داخلی با بحث سیاسی کردن در اینستاگرام، بلکه آنها ممکن است لبخندشان را بیمه کنند یا اینکه گوش طرفدار خود را به گردنشان بیاویزند. در ادامه این موارد عجیب را بررسی میکنیم. دیوید بکام با نام کامل دیوید رابرت جوزف بکام، متولد 2 مه 1975 در لندن، بازیکن فوتبال بازنشسته، مدل اهل انگلستان و مدیرعامل باشگاه فوتبال اینتر میامی است. او همچنین مالک 10% از سهام باشگاه سالفورد سیتی است. بکام در دوران حرفه‌ای فوتبال خود در پست هافبک برای تیم‌های باشگاهی همچون منچستر یونایتد، رئال مادرید، لس آنجلس گالکسی و نیز تیم ملی فوتبال انگلستان بازی می‌کرد. در سال 2016 دیوید بکام با عقد یکی از گران قیمت‌ترین بیمه‌های دنیای ورزشی خبرساز شد. در واقع این بازیکن افسانه‌ای دنیای فوتبال پاها و انگشت‌های پای خود را به مبلغ 195 میلیون دلار بیمه کرد. این بیمه نه تنها هر گونه آسیبی به پاهای این ورزشکار و مدل را پوشش می‌دهد، بلکه در صورت وقوع هر نوع بدشکلی در بدن نیز شامل حال وی خواهد شد. جنیفر لوپز با نام کامل جنیفر لین لوپز، متولد 24 ژوئیه 1969، در برانکس نیویورک با نام مستعار جیلو، خواننده، بازیگر، رقصنده، صداپیشه، تهیه کننده، نویسنده و طراح مد آمریکایی است. جنیفر لوپز یکی از جذابترین فیزیک های دنیای هالیوود را دارد. به همین دلیل بدن این بازیگر خواننده و رقصنده بسیار مشهورتر از صدا و بازیهایش است. به گفته تعداد زیادی از رسانه‌ها، لوپز نیمتنه پایین خود را 27 میلیون دلار بیمه کرده است. دیوید لیراس، متولد 1954 در ایندیانا، نام یکی از خوانندگان گروه پرآوازه آمریکایی ون هلن بود. وی مدتی نیز به عنوان خدمه اورژانس اشتغال داشت. او قبل از سمی هیگار عضو گروه ون هلن شد. در سال 2013 دیوید لیراس، نفر اول گروه موسیقی ون هلن، در مورد یکی از عجیبترین سیاست‌ها در عرصه بیمه افشاگری کرد. این ستاره راکن رول گفته بود که قبلاً آلت تناسلی‌اش را میلیون‌ها دلار بیمه کرده و به همین دلیل اعضای گروه به آن لقب الویس کوچک داده بودند. راس این بیمه را در دهه 1980 و از شرکت بیمه لوید لندن و به دلیل محافظت مالی از او در برابر اتهامات و پرونده‌های ازدواج دریافت کرده. شیرین مکلین، متولد 24 آوریل 1934 در ریچموند ایالت ویرجینیای آمریکا، بازیگر سینما و تئاتر آمریکایی، برنده جایزه اسکار است. او در مورد عقاید خود و موجودات فضایی بسیار سخن گفت. در طی سالها این بازیگر مشهور در مورد برخورد خود با موجودات فضایی و سفینه‌هایی که دیده گفتگوهای متعددی داشته و به همین دلیل به این باور رسیده که ممکن است توسط موجودات فضایی روبوده شود. به همین دلیل خود را در برابر این حادثه به مبلغ 25 میلیون دلار بیمه کرده است. جولیا رابرتس بازیگر نامدار هالیوودی است که در فیلم‌های بسیاری حضور یافته و در جهان طرفداران بسیاری دارد. جولیا رابرتس متولد 28 اکتبر 1967، هنرپیشه آمریکایی سینمای هالیوود و مانکن سابق صنعت مد است. او به خاطر بازی در فیلم کمدی عاشقانه زن زیبا در سال 1990 لقب ستاره هالیوود را از آن خود ساخت و فروش فیلم زن زیبا 464 میلیون دلار درآمد را به دنبال داشت. زن زیبا عنوان یک فیلم رمانتیک کمدی است با بازی جولیا رابرتس و ریچارد گیر که در سال 1990 ساخته شد. شاید نتوان قیمتی روی یک لبخند زیبا گذاشت مگر اینکه جولیا رابرتس باشید. بازیگر سریال زن زیبا دندانهای زیبایش را 30 میلیون دلار بیمه کرده است. سر تام جونز، مرد خوش‌آواز موسیقی مردمی انگلستان با نام شناسنامه توماس جونز وودوارد، در ولز جنوبی به دنیا آمد. در روزهای آخر بهار سال 1940 در خانواده‌ای از طبقه کارگر، نخستین نشانه‌های استعداد او در هنر آواز مثل بسیاری از چهره‌های همیشه ماندگار موسیقی در همان روزگار کودکی معلوم شد. تام جونز در دوران اوجش
سمبول شهوت و جذابیت مردانه بود، در حالی که برخی به صدای نرم و چشمهای آبی خاص او علاقه داشتن، برخی دیگر به موهای جونز دلبستگی پیدا کرده بودند. جالب این که موهای سینه جونز چنان پرطرفدار بود که او موهای این قسمت از بدنش را 7 میلیون دلار بیمه کرد. دالی پارتون با نام کامل دالی ریبکا پارتون دین، خواننده، آهنگساز، هنرپیشه و نویسنده آمریکایی است. او در 19 ژانویه 1946 در تنسی ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد. پارتون از معدود خوانندگان زن سبک موسیقی کانتری است که شهرت و محبوبیت جهانی دارد. شهرت او تا جایی است که لقب ملکه موسیقی کانتری به او دادند. دالی پارتون که عنوان ملکه موسیقی کانتری را یدک می‌کشد، به خاطر صدای خاص، شعرهای متفاوت و البته سینه‌های جراحی شده اش شناخته می‌شود. در گذشته این خواننده تایید کرده بود که از ایمپلنت‌های سینه‌ای استفاده می‌کند و آنها را 600 هزار دلار بیمه کرده است. کیت ریچارد متولد 18 دسامبر 1943 در دارتفورد انگلستان است. کیت ریچارد آهنگساز و خواننده انگلیسی سبک راک و یکی از اعضای اصلی گروه رولینگ استونز است. او در ابتدای شکلی گروه رولینگ استون تنها گیتار می نواخت، اما پس از مدتی ترانه نویسی این گروه را نیز بر عهده گرفت. او همچنین تجربه بازی در سینما با نقش آفرینی در مجموعه فیلم های دزدان دریایی کارائیب را در کارنامه خود دارد. کیت ریچارد را باید به عنوان یکی از شناخته شده ترین و بهترین گیتاریست های جهان به شمار آورد. انگشت های کیت ریچارد را باید از ارزشمندترین داشته های دنیای هنر دید. عضو افسانه گروه رولینگ استونز انگشت وسط دست چپش را 1.6 میلیارد دلار بیمه کرده. ماریا کری متولد 27 مارس 1970، خواننده، ترانه‌سرا، هنرپیشه و تهیه کننده اهل آمریکاست. کری در لانگ آیلند نیویورک به دنیا آمد و بزرگ شد و با انتشار یک آلبوم استودیویی به نام خودش ماریا کری در سال 1990 به شهرت رسید. این آلبوم موفق به کسب جایزه مولتی پلاتینیوم شد و تک آهنگهای آن توانستند در 4 بار پیاپی در جدول 100 آهنگ داغ بیلبورد قرار بگیرند. همه چیز در مورد ماریا کری گران قیمت می شود و این موضوع تنها مختص لباس ها و املاک چند میلیون دلاری او نیست. این خواننده صدا و پاهای خود را 70 میلیون دلار بیمه کرده. در مقابل تینا ترنر، هایدی کلام و تیلور سویفت هر کدام پاهایشان را به ترتیب 3.2 میلیون دلار، 4 میلیون دلار و 40 میلیون دلار بیمه کردند. بروس اسپرینگستین با نام کامل بروس فردریک جوزف اسپرینگستین متولد 23 سپتامبر 1949، خواننده، نوازنده گیتار و آهنگساز موسیقی راک و موسیقی محلی فولک آمریکایی است. موسیقی او از آثار الویس پریسلی، وودی گاتری و پاپ دیلن و همچنین از موسیقی راک و آرنبی دهه 1960 میلادی تأثیر پذیرفته است. هیچ شکی وجود ندارد که صدای بروس اسپرینگستین بسیار خاص است و او نیز خودش این را می‌داند. بدین ترتیب اگر کوچکترین اتفاقی برای صدای این خواننده مشهور بیفتد، شرکت بیمه لوید لندن باید 6 میلیون دلار به این خواننده بپردازد.